سلام بر شما. پهلوانی از رشته های ورزشی کهن و باستان در افغانستان و جهان محسوب می شود. در ادوار سابق پهلوانان افغان و جهان از یک زورخانه به زورخانه های دیگر می رفتند و در محضر تعداد کثیر از پهلوانان و دوستداران این رشته ورزشی به مبارزه می پرداختند. اما با وضع قوانین نسبتا جدید در این رشته ورزشی، پهلوانان حرفه‌ای به مبارزه بر روی توشک رو آوردن. این که در افغانستان این رشته ورزشی تا چه حد پیشرفت کرده و در چه وضعیتی قرار دارد، گفتگوی داریم با آقای محمد یونس حیران، سکرتر جنرال فدراسیون ملی پهلوانی افغانستان. تشکر آقای حیران. اگر بگویید در نخست، پهلوانی یک چگونه رشته ورزشی می باشد؟ پهلوانی خود یک رشته بسیار قدامت تاریخی در جهان و در افغانستان دارد. حتی تاریخ مشخصش در جهان و در افغانستان مشخص معلوم نمی باشه که در جهان بیانگر 4000 سال قبل از میلاد در مصر مجسمه های تکنیک های پهلوانی است که از هان وقت و زمان ده و در افغانستان از دوران یما پاچا به این طرف در محافل خوشی و جشن ها و پیروزی ها به مسابقات و خوشی ها به خاطر سرگرمی مردم به مسابقات پهلوانی می پرداختند. پهلوانی چند سبک داره در مجموع؟ دو نوع پهلوانی است. یکی به نام فریستایل یا آزاد میگه میشه، یا گریگرومن یا فرنگی میگه. از کمر بالا را گریگرومن میگیم و آزاد شکل دست پا و پایین بالا هر جای تکنیک های آزاد داره، ما او را به نام فریستایل یاد میگیم. کشتی جیدو است، سامبو است، کراش است، بیل با کراش است و حتی جوجسو هم در خاندان کشتی می و پانکریشن هم در خاندان کشتی می که از این خاندان های کشتی می باشه. دیگه انواع و اقسام کشتی های محلی داریم در افغانستان. مثلا مردم طرف مزار چپنکی مسابقه می کنن، مردم قندار کمرکی مسابقه می کنن. بازی های چپنکی که در سمت قطغن زمین می شد آلور به نام کراش یک فدراسیون جداگانه شده. اونا می تانن از چپن بگرن، اما تکنیک و تکتیک خاص خود دارن که وقتی بله او که در زمین پرتاب می شن سینهشان طرف هوا بره، اونا دیگه به اصطلاح علال میگن، ما چت میگیم، اونا علال میگن باخت. مثلا کشتی های کمرکی است که به نام بیل و کراش حال نام از او را ماندن، دستار در کمر مندازن، یک کمربند دارن دو نفر، بعدا مسابقه خود شروع میکنن. اصول فریستایل و سبک دیگه گفتین که پهلوان ها از کمر به بالا البته به مبارزه میپردازن، اینا چه فرق دارن از هم؟ پهلوانی خود یک پهلوانی است، منتها یک سبک جداگانه که رقم سایر ورزش ها که سبک است نی. مثلا کشتی فریستایل که از حازات است، مثلا از پای گرفته میتونه و پای خود پای پیچیده میتونه که تکنیک خود پرتاب بکنه و در پایین هم از پای گرفته میتونه، از بالا هم پایین هم از در اصلا میتونه که تکنیک خود آزاد اجرا بکنه. و در کشتی گرگرومن که از کمر بالا است، اونا صرف میتونن که می تکنیک های خود از کمر به بالا، نه پایشان در پای تچ کنه تماس کنه و نه دستشان در پای تماس کنه. پس در افغانستان پهلوانای افغان ما
با کدام سبک بسیار آشنایی دارن و دل میکنن که اون سبک باید پیشه کنن؟ ما فکر میکنم این سبک آزاد گیرگرومن در افغانستان ما بیش از 50 کلاب داریم که در کلاب ما اگر در شما از 200 ورزشکار اضافه تر است. اکثری شلاخه من به می کشتی گیرگرومن و کشتی آزاد دارن که اگر شما شاید مسابقه باشی که مسابقات کشتی دایر میشد بسیار علاقه مند است. حتی ما در قسمت برگزاری مسابقات که برای ما دوچار مشکلات میشیم از اثر می تماشد چی ها میشیم، ما نمیتونیم که تو امنیت مسابقات بگیریم. بسیار یک امنیت خاص کار داره که امنیتش گرفته شد. ما در برگزاری مسابقات میباشیم، طبعا یک ورزشکاری که زیاد زحمت کشیده غالب میشه و که کم زحمت کشیده مغلوب میشه و او تعامل از او رو نداره که ما چرا مغلوب شدم و طرفدارایش هم تعامل از او رو نداره که چرا مغلوب شد. آینده خوی پیشتر یک قسم خوب پهلوان بود، خوب بهترین ورزشکار بود، حالی چرا تو شد؟ پس نقص در خود پهلوان هست؟ یا شایقین دوستداران پهلوانی؟ ولی در همگی نقص است. اگر ما بگویم در ما نقص نیست، در وجود ما هم نقص است. انسان اصلاح پذیر است. انسان اصلاح پذیر است وقتی که یک انسان یک نواقص می داشته باشه، متوجه حالش نسازی شه و از او پشتیبانی نکنی، برش بگویی که برادر اینمی حقیقت نیست یا اینمی مشکلات تو داری. همین مشکلات که وقتی که هر کس در مرجع برای شکایت بکنه که والا من اینت یک کار بودم، باید اینت یک کار شوه، باید اینت یک کار شوه، او خویش امکان نداره که حق یک جوان ما برای یک جوان دگه بتیم. مثلا یک قهرمان ما در افغانستان ماندگی باشه، بهترین ورزشکار ما یک ورزشکار ما که استعداد میگه پا نداره نفر پنجم چهارم باشه، ما او رو در مسابقات خارجی مثلا ببریم با وصف ازی که جفا بر ملت است، بر افغانستان است، او مسابقه رو میبازه، ما رو پیش تمام کشورها بیرق ما پایین می و یک استعداد دیگه ما کشته میشه، تلف میشه استعداد ما. پس خصوصیت جوانمردی اصل اخلاق پهلوانی است دیگه؟ بله، در جوانمردی در پهلوانی بسیار اضافه تر است و عیاران و جوانا و کاکاها که میگفتن همه در پهلوانا بودن. پهلوانا همگیشان جوانمرد است، بسیار مردم های خوب هستن، بسیار خصوصا در افغانستان. ما بر تمام ورزش‌ها و بر تمام ورزشکار احترام دارم، باز بر خصوص بر پهلوانا که یک شیوه جداگانه داره. چرا گوششان مشکنه؟ بسیار یک سوال جالب است. اکثر پهلوانا را که ما دیدیم گوششان شکستگی است و اکثر پهلوانا هر دو گوششان شکسته میباشه، یکی در توشک میخوابن حریفشان را میخوابنن. همین نقص است که باز گوش مشکنه؟ گوش خو... وجودش نقص نمیکنه؟ نه، نقص نداره. در تمرینات، اثر تمرینات متواتر پهلوان تو سر به سر میخوره گوشش و از بغلش میگیره گوش فشار میفه، بالاخره به شکل یک کترک به خود میگیره گوش، شخ میشه. نه، شخ میشه وقتی که شخ شد دیده کدام اثر تکنیکا که یا آرنج میخوره یا دست میخوره یا به این شکل قات میشه، آواز میشه، این میپره، میده میشه، میده میشه، از داخل خود از یک مایه بیرون میشه زیر پوست گوش، گوش میپنده. اگر در اثر وقت و زمان این را تداوی بکنی، پیش دکتر گوش و گلون بری، امو مایه را میکشه، تو کرش میکنه، بر چند وقت استراحت میدید که تمرین نکو خوب میشه.